رادیو و تلویزیون ابزارهایی شدن که بشه به صورت برادکست محتوای آموزشی ارائه بشه. مثالش همین الان شبکه آموزشی که داریم، محتوای آموزشی توی تلویزیون یا رادیو داره پخش میشه. من شاید الان میخوام چیزی یاد بگیرم ولی نمیتونم بخوام از اون شبکه من اونو یاد بده، فقط اون خودش تصمیم میگیره که مثلا فلان موضوع رو الان برادکست کنه. قرن 20 با رشد تکنولوژی وب، وب تو، سوشال نتورک، ابزارهای برخط ویدیویی و انواع سیستم‌های اوپنی که توی کورس‌های آنلاین میتونه کمک کنه، کم کم یک شاهد یک جهش بودیم توی بحث آموزش آزاد آنلاین. اول آموزش آنلاین سال 2008 اولین درس آنلاینی که محتواش اوپن باشه به معنای واقعی و بخواد مفهوم مسیو بودن رو هم داشته باشه ارائه شد. حالا من هر کدوم از این 4 تا ویژگی رو میگم چی هستن دقیق. این درس با عنوان کانکشن نالج 25 تا دانشجو رو شهریه گرفت و 2200 دانشجو به صورت فری وارد اون درس شدن و خودش گفت این ریزاپ، این مفهوم ماک الان من میخوام پیاده کنم توی دانشگاه MIT که مؤسس که ایجاد کننده همین درس، بعدش سایت ایدیکس رو تولید کردن. سال 2012 به عنوان سال ماک معرفی شد چون که همزمان چند سایت بسیار کارا و قوی توی این سیستم وارد شدن، کورسرا، ایدیکس و یوداسیتی. خب این یه تاریخچه کلی بود. حالا ماک از 4 واژه مسیو اوپن آنلاین کورس تشکیل شده. مسیو بودن به معنای اینکه هیچ محدودیتی توی شرکت کنندگان و تعداد شرکت کنندگان نداشته باشیم، بتونیم با هر میزان استقبال که درس میشه بتونیم با اون محتوا اون ارائه بدیم و آموزشمون رو داشته باشیم. اوپن بودن به مفهوم این که محتوایی که داریم ارائه میدیم در دسترس باشه به صورت فری. حالا فری هم مفهوم رجیستریشنش آزاد باشه، هم اینکه استفاده از اون برای آینده هم فری باشه. آنلاین بودن هم خب از تکنیکایی که داریم بتونیم استفاده کنیم، از فروم هایی که هست، از سایت های Q&A که وجود داره بتونیم کمک بگیریم و مفهوم آنلاین بودن ماک رو داشته باشیم. خب آخرین هم این که واقعا یه درس باشه. یه درس چیه؟ یه درس اینه که یه زمان شروع بشه، یه زمانی تموم بشه، یه کالجی پشتش باشه، یه سرتیفیکیتی تهش بده و همچنین افراد بتونن داخلش رفع اشکال کنن، تمرین کنن و خودشون یه چیز یاد بگیرن. این میشه یه کورس. خب دو تا من زمان واقعا نیست، من احتمالاً تا نیمه ارائه میرم فایلشو در اختیار میذارم و اون موقع ادامه میدیم. خب مسیو بودن، ببینید ورزشگاه آزادی 100,000 نفره. دانشگاه دلف گفته که من سال 2015 یه درس، اولین درسم 400,000 نفر شرکت کردن، یعنی یه چیزی در قالب 4 برابر ورزشگاه آزادی. خب واقعا مسیوه، یعنی یک رویدادی هست، یه درسی که داره به صورت مسیو ارائه میشه. خود دانشگاه هاروارد MIT تو ایدیکسش گفته که من تو سال 2015 68 درس ارائه دادم، تو این 68 درس 1.7 میلیون نفر شرکت کردن، 10 میلیون نفر ساعت آنلاین بودن تو این درس ها و 1.1 بیلیون ایونت لاگ شده توی این سایت توی سال 2000، یعنی تا سال 2015. خب مفهوم ماک یک شاخه کلیش اینه، میگه که من میخوام یه بعضی رو بکارم توی بحث آموزش که شاید توی آینده سال 2020 دیگه ما شاهد دانشگاهی که افراد به صورت حضوری بیان نباشیم. خود دانشگاه جورجیا اینستیتیوت گفته که من دارم پلنی میچینم که ارشد کامپیوتر ساینس رو با 6000 دلار به وسیله ماک ارائه بدم غیر حضوری و دیگه در اینو در برابر 45000 دلاری که توی حالت ترادیشنال اشتراکات معمولی ارائه میده میتونیم مقایسه کنیم. خب راجع مسیو بودن یه چیز گفتیم، اوپن بودن چیه؟ اوپن بودن
دو تا شاخه میشه، ریزیستنش باید اوپن باشه، محتوا باید قابل ریوز استفاده شدن مجدد باشه. خب اصل قضیه اوپن بودن از مفهوم اوپن ایجوکیشن ریسورس میاد. وقتی که ما نرم افزار آزاد رو کنار دانش محتوای آزاد میذاریم و میخواییم آموزش رو ارائه بدیم، میگیم که این الان باید اوپن ایجوکیشن ریسورس باشه، که میگه باید همزمانش ما گریس که دسترسیه و آزادی استفاده مجدد و میکس کردن مجدد محتوا رو داشته باشیم. خب این هم اوپن بودن مایک. راجع به آنلاین بودنش، از ابزار، تمامی ابزارهایی که میشه استفاده کرد، راجع به کویزایی که میشه اتوماتیک با حالا اجاکس و جیکوری اینا پیاده کرد، راجع به فرومایی که میشه برگزار کرد، اتوگریدرهایی که وجود داره، من سابمیشنم سابمیت میکنم اون اتوماتیک گرید میده، در واقع اینتراکشن اتوماتیک خواهد بود، راجع به ریپوزیتوریایی که میتونه به من کمک بده، من کدم رو کامیت میکنم و کامیتی میتونه اونو ببینه توی اون تمرین و حتی نمره بدن از طریق این ریپوزیتوریا، و پلتفرم‌های Q&A مثل پیازا. پیازا یه سایتی که تقریبا همه درس‌ها سعی میکنن یه دونه اکانت توش داشته باشن. به طور مثال یکی از درس‌ها که توی ایدیکس ارائه شده، معلم درس به صورت میانگین هر 19 دقیقه به سوال جواب داده، به هر سوالی کلن 26,000 تا کانتریبیوشن توی این درس بوده که 2,000 تا پستش رو یه اینستراکتور معلم داده و 3,000 تاش رو خود دانش آموزا جواب دادن. و حالا اینم صفحه یکی از درس ها هست، کاتگوری های سوالات و یه سوال جالب، من میخوام بقیه دانشجوها رو توی این درس به صورت حضوری ملاقات کنم، چه جایی هست؟ جوابش میتس آب. یه سایتیه که افراد میتونن گروپ درست کنن، بگن من میخوام راجع فلان موضوع فلانجا جمع بشم. این میشه لوکال کوهورت که توی ماک هم تعریف میشه و مورد استفاده هست. خب وقتی که حالا مسیف شد یک موجودیت، اوپن شد و آنلاین هم شد، ولی کورس باید باشه، باید یه تاریخ شروع داشته باشه، یه تاریخ پایان داشته باشه، ارزشیابی داشته باشه، سرتیفیکیت بده، پشتش یه مؤسسه معتبر باشه و بتونه محتواها رو به افراد به صورت مفهومی یاد بده و افراد بتونن یاد بگیرن از اون دانش. وقتی که شما میخواین سرتیفیکیت رو از یک ماک دریافت کنین، انواع مختلفی داره، دقت کنین. بعضی از اینا صرفا سرتیفیکیت اف کامپلیشمنت هستن، صرفا من وارد اون درس شدم. بعضی سرتیفیکیت پایان دوره هستم، بعضی وقتا امضای سرتیفیکیت هستم، اعتبارش بالاتره و قصه لحاظا. حالا لازم این که چی میشه که یه نفر تصمیم میگیره توی ماک وارد بشه، ازش استفاده کنه. یکی میگه من صرفا میخوام یاد بگیرم، همونجوری که مثلا یکی میگه من میخوام دانشگاه برم که صرفا یاد بگیرم، یکی میگه من میخوام سرتیفیکیتش رو برای جابم ببرم، بگم که مثلا من این سرتیفیکیت ها رو دارم برای این کارم، یکی میگه که یکی میگه که میخوام اعتبار دانشیمو زیاد کنم، میگه من این کلا کردیت دانشمو زیاد کنم. اونا یه مطالعه راجع به حالا ماک ها شده. تموم؟ یک دقیقه دیگه من جمع میکنم بحث رو تا ایشالا بقیه دوستان ادامه بدن. یه مطالعه دیگه که راجع به ماک شده اینه که خیلی کسایی که درسایی که ریزیستنس زیادی دارن، کامپلیشن ریت خیلی پایینی دارن. یعنی مثلا فرض کنین ما وقتی 10,000 تا پارتیسیپنت، 10,000 نفر شرکت میکنن، یه دفعه میبینیم کامپلیشن ریتمون مثلا 5%، 5% فقط تموم میکنن اون درس رو. اگه بخواین یه ماک رو پیدا کنین، میتونین ببینین مثلا تو سایت های ماک لیست، لیست تمام ماک ها که توی سایت های مختلف ارائه شدن رو میتونین ببینین. کاتگوری های مختلفی داره، کاتگوری کامپیوتر ساینس، آرت، انجینیرینگ و انواع اقسام مختلف. یه مفهومی اومده به وجود اومده به اسم ماک پرووایدر،
مثل کورسرا ایدی‌ایکس میرن با دانشگاه ها قرارداد امضا میکنن، میگن شما بیاین درستون رو توی سایت ما پیاده ارائه بدین. خود جالبه که خود کورسرا الان 119 تا مرکز داره باش ارتباط گرفته و اونا دارن خودشون درستشون رو ارائه میدن توی کورسرا. خب کورسرا یه سایتی میتونیم روش اکانت بسازیم. اکانت منه. بیزینس مدلش اینه که من از طریق تولید محتوایی که از طریق گواهینامه‌ای که دارم به افراد میدم، از طریق معرفی دانشجوهایی که دوره رو گذروندن به سنت‌های مختلف درآمد کسب می‌کنم، از طریق آموزش خصوصی که به افراد میدم راجع به موضوعات درآمد کسب می‌کنم، لایسنسینگ اون اعتباری که خود کورسرا به وجود میاره براش اعتبار هست، و اسپانسرشیپ و تاتیوشن فی. اینجا با این عنوان تاتیوشن فی خودش رو از حالت اوپن بودن داره خارج میکنه. بعضی از درستاش میگه پول میگیره برای رجیستریشنش و خودش در واقع داره نقض میکنه کار خودش رو. خب وقت تمومه، من این ارائه ادامهش تایملاین رو یه لحظه بیارین. این تایملاین رو اگر شما مطالعه کنین و اگر دوست داشته باشین مستقل از یه نفر که صرفا داره از ماک ها استفاده میکنه کارآفرینی کنین توی صنعت ماک، حوزه هایی رو تعریف کردن که میشه از محتواهایی که الان آنلاین وجود داره استفاده کرد، یا ارزش های افزوده که ایجاد کرد میشه استفاده کرد و ماک رو رشد داد و به آینده که خواهد داشت که شاید حتی بگیم دیگه دانشگاه های حضوری از بین خواهند رفت رسون. موفق باشید.